در دقایق پایانی برنامه امروز مثل هر جمعه بهروز صمد بیگی با ماست تا از داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی در هفته‌ای که گذشت بگه. بهروز، افشان این هفته بحث حضور زنان ایرانی در ورزشگاه دوباره داغ بود. ماجرا با حضور گزینشی حدود 300 زن در استادیوم آزادی تو بازی تیم ملی ایران و بولیوی شروع شد و فرشته مولوی از جمله منتقدینی بود که نوشت زنان خاص، جایگاه خاص، تبعیض در تبعیض. این زنان خاص با چه روی در چشم زنان عام پشت در ورزشگاه نگاه میکنند؟ اما بساط همین حضور گزینشی هم خیلی زود جمع شد، چون دادستان کل ایران گفت وقتی خانمی به ورزشگاه میرود و مردان با لباس ورزشی و نیمه لخت را میبیند گناه میکند. اگر تکرار شود دستور میدهم دادستان تهران ورود کند. صدف بانو هستم از جمله کسانی بود که واکنش نشون داد و نوشت در قرن 21 کشورهای دیگه واسه زندگی تو مریخ برنامه‌ریزی میکنند، ما با همچین موجودات متحجری که گیر یک شورت ورزشی هستند باید سر کله بزنیم و بجنگیم. اعتصاب سراسری معلم ها هم حسابی مورد توجه قرار گرفت. از آخرین وضعیت اگه بخوام براتون بگم باید سری بزنیم به توییت فرشاد اسماعیلی که نوشته معلمان مردم در زندان و تحسن و احضارند. اون وقت وزیر آموزش پرورش رفته قم تا با مراجع تقلید دیدار کنه. نتیجه دیدار تاکید وزیر بر افزایش سهمیه طلاب در آموزش و پرورش. امیر ابتهاج هم یادآوری کرده در این چند روز اخیر تعدادی از فعالان صنفی معلمان و آموزگاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، از جمله محمد رضا رمضان زاده از بجنورد و امین عظیمی از علی گودرز. محمد حبیبی و اسماعیل عبدی و محمود بهشتی هم معلمانی هستند که از ماه‌های پیش در زندانند و خواسته کنها رو فراموش نکنیم. ممنون از تو بهروز صمد بیگی.